این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای ابراهیم خان خیل پژوهشگر دیدبان شفافیت و همچنان آقای علی مشعل استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی سلام و وقت شما بخیر خوش آمدید سلام متشکرم آقای جابرخیل بس با شما آغاز میکنم یافته های شما از انتقال پیش از وقت تواید بانک مرکزی به با وزارت مالیه چیست درمانه مننه تو در نه خوش سلام نه اونیکی هلی تاسو کتون کوتا دغه سكوم پیسې انتقال سوی دی د افغانانستان بانک یا مرکزی بانک له لوري وزارت محترم ماليه ته کومګه قانوني بنسره د دوی ګورو یا د افغانانستان بانک قانون کومګه ګورونه نو د 29 ماده مطابق د افغانانستان بانک هر مالک لپاره اخر کې دوی ته سنه سره ګټه یا خالص ګټه یعنی نټ پرافټ سکم دا غوړ ته پات کیږي بیا دغه خالص ګټه په کوم مواردو کې بعد استفادہ سینو د هغه لپاره خاص یو ترتیب د چې پاغي اورډر کې پاغي پرایورټیز کې پاغي اولویت بندی کې باید دوی سیده دغه پیسې چې دی ولګي لکه اول کم ګرازن او پاول مورید کې باید دوی د پیسې د افغانستان بانک د بانک حساب د زیاته وړ لپاره سیده دغه استفاده کی یاد د تقریبا زموږ کم لایابیلټیز دی کم سپت راسپان د افغانستان بانک تر سپن یا بیلنس شیت کې په مالیکا الاخر کې خودلکی کې سیاغه 500 میلیارد د داغې 15 سنه د 200 دغه پیسې یاد افغانستان کیپټل اکاونټ د افغانستان بانک چېکم کیپټل اکاونټ د داغې وړو لپاره استعمال کې سیاغه تقریبا 50 میلیارد د جوړیږي دنا علاوه دوم موارد سیاغه کې دغه د افغانستان بانک چېکم خالصه ګټه دغه استعمالول 900 بیا د افغانستان بانک څخه بوند زیه سیکورټیز سکم دوی شکوکې د هغه واپس اخیستلو لپاره ریډیم کول لپاره دوی استفاده کوي سي دغه علاوه درم اورید اغه د افغانستان بانک د جنرال ریزرو فند سکم ساته د داغیر وړولو لپاره دوی دغه پیسې دي یا خالصا ګټ پدیځه کې استعمالوي خو یو څه هوش مو درین میان چه بو ده سکلمنګ تقریبا د سکمنګ خپل مانیټینګ او د افغانستان بانک یا وزارت مالیه یا د ملي بودیجه یا داواید او یا د مسارف نو هغه د اخیست مالیکال ختمې درنه پسته لکه د قانون مطابق باید سکهله مالکال ختم شي سلور میاشتې پسته دوی د کولې سيغه طول چې کوم پیسې سکهله دوی یو خاص مواردو کې د قانون مطابق استعمال کیږي چې پیسې پاتې شي بیا دوی کولې چې وزارت مالیه ته یا نور چې کوم د مسارف دی غل لپاره استعمال کی خو تروسه مالکال ختم سوی تقریبا دوی په دسمبر میاشت کې دغه د مالیکال اخیره نی میاشت چې کومه پاغه کې دوی دا پیسې انتقال کړې چې هغه ټایم مالیکال ختم نو نو چې مالیکال ختم نه او دغه پیسې ته انتقالې کاونټونه نه دی کلوسوی اډیټ نه دی شوی سلور مرسه د قانون مطابق نه دی پورا او هغه پیسې چې کومه ټوله خالصه ګټه د افغانستان بانک چې کمیونټ پروفټ د هغه ټول موارد په کې منځ کې په نظر کې نه ولسیږي کانه صرف د پیسو مطلب مستقیم انتقال کړې سوي دي نظامنګ مطابق یا زمنګ د نظارت مطابق دغه پیسې زمونږه پاند پا غیر قانونی په توګه انتقال سویدی دی وزارت مالیه ته آقای جابر خیر روی ازی صحبت بکنین که در حال حاضر اگر یافته شما منشار مته به اینکه وضعیت بانک مرکزی در چه حالت قرار داره و یا 10 میلیارد که پس از تصفیه تمام حسابات بانک مرکزی به با وزارت مالیه انتقال پیدا بکنه توانایی بانک مرکزی داره که انتقال انجام بده یا خیر ګورئ یاو سې کوم پیسې انتقالې کې د افغانانستان بانک او وزارت مالیه ته همغه د قانون مطابق کوو ګورځکله مالیک الختم سینوغه نه پسته بیا دوي سالونو میاشته پسته دغه پیسې انتقالې لکه 2019 مالیکال تک تا تاسو ګورئ نوغه کې په مئی میاش کې وزارت مالیه یو 30 میلیارډ یا نه میلیارډ چې کم دیغه د افغانانستان بانک خالص غټو نه انتقال شوی و خو په دیسمبر میاش کې دوم واره د انتقالې ګور نو دغه ټایم کې ټوله غا کنټرورسي او متنازعات چې کم دغه دغه پیسې چې کم دی جوړي نو کا وګورو اغه د افغانانټ بانک کوز دوی کلیم کیس مالک ختمیدل نه پسته دوی 42 میلیارډ ورکي نو 40 میلیارډ باغه مطلب د قانون مطابق سلور میاشتي په پورږی په میاشتي کې بدوی کم دیغه پیسې ورکي نو سی اغه سید اغه خالص کټی دی دوی اغه سکم خو د معلوماته جاره... مرده وضعیت بانک مرکزی تاسو ما پرسیډم کمن نظارت شما چیر نشانه مته بانک در حال حاضر د چيک وضعیت په سر مېبره خېل کوتا ډیر مننه په 2023 مالي کال کې نههشت میلیارډ افغاني د څو لګټې نیولې مطلب د افغانانستان بانک خالص اجر کوم دی نه هیڅ میلیارډ نه چې کله مونږ د اصلو موارد چې کوم د قانون مطابق دی کاغه تدوی پیسې ورکې هغه پیسې چې ټولې الوکېټ کینو زمونږ پند وزارت د افغانانستان بانک سره دمر پیسې نه پاتې کیږي چې به وزارت مالیه تم دوی انتقال ورکینو مطلب په خه حالت کې به قرار نه لري bale تشکر دوبهره به شما بر میګردم اقای ماشال چن موارد درمورد انتقالين 15 میلیارډ افغاني از بانک مرکزی به وزارت مالیه وجو ده یو موارد دی چې پيش از تسويه تمام حسابات بانک مرکزی صورت گرفته داخلی ارگ و نادای قضایی افغانستان است روی یک سند غیر رسمی و همچون خلاف قانون چرا حکومت این عمل را انجام داده؟ در طول تاریخ کشور اگر مشاهده کنیم همواره اقتصاد افغانستان از سیاست آسیب دیده در هیچ یک از مقاطع زمانی شما مشاهده نکردین که عاملین نهادهای اقتصادی عملکردهای متناسب با شرایط و یا هم عملکردهایی که اینا غیر سیاسی باشد و اینا با پشتوانه های تیوری اقتصاد پوشش داده شد و ای توی اگه عمل کرد را نداشته بنان همچین دخالت های به نظام پولی کشور اواقب بسیار خطرناک بر اقتصاد داره که من میتونم چند موردش را به صورت خلاصه برای شما نام بگیریم فهم. اولی که اگر ما به اعداد و ارقام دستکاری کنیم بدون از اینکه پیش از وقت که ما بفهمیم که چقدر اواید میتونه تحقق بیابه این میتونه دستکاری به اعداد و ارقام شفافیت را زیر سوال ببره شما میفهمید که در اقتصاد شاخص های اقتصادی از طریق اعداد و ارقام حرف میزنه یک از مشکلات بسیار جدی ما در کشور نبود اعداد و ارقام و یا هم وجود اعداد و ارقام متورم و دستکاری شده است این میتونه اعتماد مردم رو به نهادهای مالی کشور آسیب بزنه یک مثال مسئله دوم ای که قدرت نقدینگی در بانک مرکزی را پایین میاره اگر شما 15 میلیارد افغانی را بانک مرکزی کشور بکشن قدرت نقدینگی در اونجا پایین میاد سوددهی بانک کم میشه و کلا سرمایه در گردش موجود بانک کم میشه که میتونه کل نظام پولی کشور را آسیب بزنه از طریق افغانستان بانک که مهمترین مرجع گذاری پولی است سومی که اگر این پروژه هایی که فعلا در سند بودیجه از شده اگر این پروژه ها خیالی باشد که ما از پروژه خیالی در واقع مبلغ 15 میلیارد فانی را بدست آوردیم در درج نظام مالیاتی کردیم ای پروژه های خیالی میتونه اواید ای برای حکومت ایجاد کنه که در موارد زیادی میتونه حکومت را به سمت لجام گسختگی و, و توتالیتاریزم هدایت کنه چون ما در افغانستان میلیاردها دلار پولهای های بادارده اینچنینی داشتیم و در هیچ مورد کاربرد و پشتوانه اقتصادی نداشته که این پول 15 میلیارد هم بدون پشتوانه وارد اقتصاد افغانستان میشه که میشه روی واقع بزیم دوباره صحبت کنیم مسئله دیگه ای که چون بانک ها در کشور بسیار در است اگر همچین عمل بانک مرکزی را به سمت ورشکستگی به پیش ببره ما شاهد یک فاجعه پولی در کشور خواهیم بودیم اگر چنان اما بانک مرکزی اطمینان <تصفح> میدن که با هیچ نوع مشکل در نظام مالی و پولی افغانستان رو برو نخواهد شد با این انتقالی که پیش <تصفح> از وقت هم صورت گرفته خب اینا میتونه انگیزه ها را برای ما بشناسانه اگر امروز رئیس جمهور و یا هر دستگاه قضایی دیگه میتونه از یک نهاد تقریبا مستقل مثل بانک مرکزی کشور تقاضای 15 میلیارد پول you <laughs> کشور را به خاطر دلخوش کردن صندوق بین المللی پول بکنه پس ما میتونیم یک احتمال دیگر را هم بررسی کنیم که در شرایط حادتر که سر حکومت فشار بیایه ممکن است دست به پول بزنه حتی که این یک قمار با سرنوشت اقتصادی مملکت باشد و این اعتیاداور است اگر حکومت به همچین عمل کرده ادامه بده این پسان پسان تبدیل به یک اعتیاد میشه برای حکومت و حکومت در مواقع استراری در مواقعی که در تنگنا قرار میگیره بدون از اینکه چشمه های را از مجراهای دیگه افزایش بده پول های نقدی که ای اواید مردم است اینا نباید به او شکل در سند بودجه و یا هم در وزارت مالیه انتقال داده شود اینا را به صورت بسیار سهل میتونن تقاضا بکنه این میتونه عواقب بسیار خطرناک را برای آینده اقتصاد کشور ترسیم بکنه بله آقای مشعل یک مورد که وزارت مالیه هم او اشاره میکنه و همچنان بانک مرکزی که این اواید بر هر شکلش که بود باید انتقال پیدا میکرد بنا نیازی که در حال حاضر حکومت افغانستان داشته اما میگن که خلاف قانون هم نیست این عملکرد حکومت قانونی تو میگه میگه که بله وزارت مالیه میتونه از بانک مرکزی کشور پول در مواقع بگیره اگر چنانچه چه حکومت افغانستان برای پروژه های بسیار عمرانی و حیاتی خود نیاز به پول داره در این صورت میتونه پول را به صورت قرضه از نهاد بانک مرکزی دریافت بکنه که به این صورت ما میتونیم یک را به لحاظ اقتصادی برش در نظر بگیریم آقای جابر خیلی در این بخش از میخوایم بپرسم در چندین مورد این انتقالات صورت گرفته به وزارت مالیه در گام نخست 8 میلیارد از بانک ملی انتقال پیدا کرد به وزارت مالیه 15 میلیارد از بانک مرکزی و 876 میلیون هم از مسئول خدمات مخابراتی البته ای در بخش دلار است 876 میلیون دیر من مطلب دغه کوم مختلف تاسو صورتونیات کلچ فقې که وزارت مالیه دغه پیسې کوم دی انتقال سوی دی تقریبا هغه مخابراتی که تاسو وای خو اب کم ټیکست دوی را جمع کوي یا د بانک ملي لوري چې کم دوی تخمل مفادات حاصلېږي هغه دوی کې دیشی جسټیفای کوي وزارت مالیه لوري خو چې کم د افغانستان بانک مطلب زر تدوا وخت ادولشم چې هغه کې مطلب دوی ته د دو دو پیسو انتقال شوی دی یو اټو اټو نه تقریبا نه میلیارډ پورې سه افغانې هغه مې مي میاش کې د افغانستان بانک څخه خالص اګهټي هغه نه وزارت مالیه انتقالېږي او هغه هموین انتقالات میتونای یو بخش دیګر هم راوشن وسوځه به انکه حکومت افغانستان به وزارت مالیه دes خل گذشته مالیه نو بو کمبود شدید بجا ino رو بروبدن و هم ترن پول نیاز داشته حکومت که با تین انتقالات سرعت میگیرفته و هوایت به شکل درسته جماوري نشته ا سهارسمه ضرورت کی وزارت مالیه یا حکومت سکل دی بجا جوړی د مالیه لپاره نو کسي پلانینګ وسي یا سي هوایت کم دي اٹکل کی یا غواید په سې طریقې باندې دوی راټول <سؤال> کیږي ځکه کم د دوی رپورٹینګ د چا غواید په دې طریقې راټول شو مساریف په دې د زینو کې خاص کیږي بیا تقریبا دوی کوم ستونزې سره خاص نسې مخکې د لای خو سې کوم دغه کده د پیسو انتقالې کې نو دا بیا د سې کول سې دا د وزارت مالیه خلاف د قانون دغه پیسو انتقالې کې مدلتبه د وزارت مالیه بیا د شی ځواب دی او سې چې ول مطلب دغه پیسو د افغان صربنګ لري دوی ته انتقالېږي د نه علاوه د افغانانستان بانک لوري چې کمه د پیسې انتقال شوی دی وزارت مالیه ته تقریبا کوو ګورو دویم دویم واری په یو مالی کال کې دویم واری دغه پیسې انتقالېږي او په دویم ورټیکل انتقالېږي هغه اول وار 2019 چې کمه یې مشه چې دوی دوی ته انتقال شوی دوی د جاستیفای کولې چې سيد د پرافټ او بیلنس شیټ کلوز سبا د مالی کال تقریبا ختم شوی تفتیش شوی د نو سلور میاشتې ختم شوی نو بیا دوی ته انتقال کیږي خو ځکه کم د دسمبر میاشتې شوی دی چې هر څومره دوی وایي چې کیش کرایسيزو یانور خو وزارت مللوري هیڅ کلم د ځکه کم نه د منل سوي چې کیش کرایسيزو په 2019 مالی کال کې یا دوی داسې کم د په اپیزود د نن ټموخه مخه مخسوی علي ده, ده دوی چې کلمنګو ګورو تقریبا یو سال نه وی په پردهښته به شکل غیر شفافه صورت گرفتہ حتما لکه کومنګو ګورو دغه قانون خلاف چې کله دغه پیسې انتقالی کې د افغانستان بانک نه وزارت مالیه ته نجلی قانون خلاف خام مخه خا غشفافیت چې کوم موجود په کېغه د سوال لاندرازی د دین نه علاوه مطلب تاسو یاد کړ چې کیش کرایسس او عوایت چې د دې په سې تاریخي باندې راځه من کولس نجو سره نووی مليارد د دوی پروسه کالم را جمع کړیو سره نووی مليارد د س کالم تقریبا را جمع سو بیا س کالم دوی د 15 مليارد د افغانستان بانک ناخري نووایی دوه چکم کچه د دوی پرته خيچ 280 مليارد ترسي مطلب خپل وزارت ماليه خو خپل داو کې خپلغه پرفارمنس د ريونيو کلیکشن کیا داو راټولولو کې دوی خپلغه پرفارمنس ته توجهو کیا واغه چکم دي زیات کې نه په دې طريقي سره س کله د افغانستان بانک نه په غیر قانوني توګه چې کال مکمل شوی دی بله. تفتیش مکمل شوی دی هغه پیسې چې کوم دي دوی انتقال د افغانستان بانک څخه وزارت مالیات بله تشکر دوباره به شما برمیګردم آقای مشل در این بخش از شما میخوایم بپرسم ببینید که رئیس بانک مرکزی مسئول نگهداشت از دارایی های مردم است اما چرا اینا در این میان مسئولیتشان را انجام نش. ندادن چون درم نشسته که منابع بتول نیوز میگن که برگزار شده در ارگ ریاست جمهوری این مطلب زمانی که مطرح میشه آقای نوشیر از رئیس جمهور میخواین که خودشان در مورد حکم صادر بکنن. اما رئیس جمهور است مابان دومشون و رئیس استر محکمه میخوان که در این مورد یک حکم صادر بکنن و هم در یک سند غیر رسمی <applause> ما میتونیم دو تا احتمال را در اینجا موجه بدانیم که احتمال اولی است که سرپرست در افغانستان بانک حتما اشراف لازم را برای بالای عملکرد پولی و بالای عملکرد در افغانستان بانک یا بانک مرکزی کشور نداره ای احتمال اول است احتمال دومی که اونقدر اقتصاد مخصوصا نهاد پولی کشور تحت تاثیر سیاست است که یک نهاد مستقل مثل بانک مرکزی کشور به دستور رئیس جمهور کارای را انجام میته که همچنین مسائل از نهادهای مستقل دیگه هم در افغانستان سر زده که به پیشینه نیست بنابراین در هر صورت هر دو مسئله به یک اندازه قابل تشویش قابل نگرانی است هر دو مسئله به یک اندازه میتونه از عدم شفافیت بر ما برسانه مسئولیت اصلی در افغانستان بانک فعلا چی است اولی که اما بانک سر مرکزی این بانک مرکزی هم که مسئولیت حاضر باشه در این میان خب اگر اونها لایحه وظایف خود را مشاهده کنه در صورت مسئولیت دقیقا به خودشان برمیگرده دافغانستان افغانستان بانک به با عنوان ستون فقرات پولی کشور مسئولیت دارد که حجم نقدی نگیر در بازار پولی کنترل بکنه همچنین موارد میتونه به ورشکستگی کل نظام پولی کشور که هنوز درست شکل هم نگرفته در طی 19 سال گذشته بیانجام و مسئله بعدی که بعد از سقوط در افغانستان بانک خود این مسئله میتونه دوباره به اعتمادی را بین مردم افغانستان و نهادهای اقتصادی و پولی کشور به وجود بیاره یک از مسائل بسیار مهمی که در افغانستان نقض میشه اینمی است که اعتماد بین مردم و دولت شکستانده میشه در همچین مواردی و یک از سختترین کارها و نشودنی ترین کارها اعتماد ترمیم اعتماد شکسته است در بند ششم گزارش بانک جهانی در مورد افغانستان آمده بود که یک از موارد رنج دهنده بر اقتصاد افغانستان عدم وجود اعتماد بالای دولت است اعتماد بین ملت و دولت یک از سرمایه های اساسی یک کشور است که در افغانستان ما فاقد چنین سرمایه هستیم که اینا ابعاد دیگه را میتونه بر اقتصاد بار بیاره بله تشکر آقای مشعل آقای جبرخیل چرا بانک مرکزی روی م. یا فشار یا که سیاست باید برد اگر هر کس بیا و این چنین هدایت صادر بکنه و اینا پول انتقال بتن برای یک نهاد دیگه میتونه که خیلی نگران کننده باشه که آقای مشعل بر از اشاره کردن بلکل سكوم مطلب تاسو د استقلالیت موضوعه د انډیپندنس موضوعه افغانان بانک یاد کړه د یو بین مینلی سٹانډرد د چې مرکزی بانکونه په ټوله دنیا کې هغه یو ټانامس بډی د هغه پام اپریشنز کې د هغه کارونه کې حکومت یا وزارت مالیه هغه کارنشي درلودلې پکې د افغانان بانک یا د سنټرل بانک په هر ملک هغه مین فنکشن چې د غدای څخه منی سپلایس د هغه کنټرول او د پرایس لیول یا د انفلیشن لیولز دې هغه کنټرولې د سېکې مرکزی بانک یا د افغانستان بانک سده د سیاسي فشارونو هغه کیږي هغه اندیزي او د هغه فشارونو په وجې باندې هغه نه چې کوم د کم پیسې چې هغه په غیر قانوني توګه د افغانستان بانک نه وزارت ماليه ته انتقالېږي نو مقصد د سې د افغانستان بانک په بیا خپل غا پريشن یا خپل غ مقاصد سې دې هغه نه به ډیستریټس یا سينور کوم مقاصد سیاسي مقاصد کې د شاغله لپاره استفاده سي نو د افغانانستان بانک یا زمنګ د افغانانستان چې کوم مرکزی بانک دی هغه باید څه کوم independence د استقلالیت د هغه باید برقراره ساتي کله سي د اغاني پرافټ يا خالصه ګټه د مالک پال اخر کې چې کله دوی اخلي نو هغه د قانون مطابق چې کوم سلور موارد دي حواله غیر په اړه باید استفاده وسيده افغانانستان بانک کیپيټل اکاونټ چې کوم دي اغيزه یا تول لپاره جنرال ریزرو فندز یا تول لپاره د نه علاوه بوند سکیورټیز چې کوم دي د غیر دین کول لپاره د افغان بیا چې کله د درم درم مواردو سلور موارد کډ د افغانانستان بانک کو وزارت مالیه مطلب د وزارت قانون دا وایي چې وزارت مالیه له تایید روزتا اغه پیسې به د مصرفولې مصرفولې شي چې د افغانانستان بانک کم ځینو یا کم ایریا ځور ته خاصوخه نه غوښینو کې باید مصرف شي مطلب د د د مطلب نه چې د افغانانستان بانک پیسې غوي ته ورکی د سلورو مواردونه پسته چې کومه ګټه پاتې کیږي د افغانانستان بانک کم خاص عملیاتي چې کار مالکال ختم شي اغه وایي پاتې کیږي اغه وایي به د وزارت مالیه ته انتقال وایي دین بخش مشکل وجود نداره اګه در امون زمان معینش باید شرط میگیرفت کله از ختمه سالي او بعد از تفتیش مکمل بانک مرکزی باید میود بالکل ام لکه که زویم تاسو ته چې مې میاش کې کوم انتقال سوی دغه موږ داستیف کولای سوسی مالیکال ختم سو سلور میاشتي وته د قانون په اړیکه ای ان کار در حال حاضر کې نه شو د نشان میتونا کېربته چې بانک مرکزی علاقې نو در حال حاضر نه توانستن کوم مسؤلیتونه شاره به شکل دروست پیاده وسازن بېلکل سکم ماغزمونګ ریسرچ دیا چکم مونږه میډیا کې کوم ریپورت سورې د تلو نیوز کوم مارټیکل نشر سوي او هغه کې دا ویل سوي چې د افغانستان بانک کوم د خپل ریسिस्टنس وکي خو د ټیم کې مطلب د ریس جمهوري لوري ادمان صاحب یا د قاضي الخزات لوري چې کوم ملک کل کې کې او کې دا ليګل د تاسو دغه پیسې انتقال ولایسي نوکه یو وخت د افغانانستان بانک قانون د نحويشتن ماده ته وګورو نو دغه پیسې کم دی په سوي وخت باندې انتقال سوي نه دی او تقریبا په یو مال کال کې 2 ځل چې کم دی دغه پیسې انتقالېږي نو هغه د شفافیت موضوع هغه د غیر قانوني کې دلو موضوع هغه د وایدو کې یو جالي لړوالی چې کم دی هغه موضوع تقریبا د ټول موارد خېسې خپل وزارت مالیا یا حکومت کم مسارف یا عمر مالیو مسارف یعام ما کم قانون دی داغی مختلف موارد سوالون لاندی بله تشکر از شما آی مشل زمانی که بانک مرکزی نتونه مسئولیت هاشه به شکل درست انجام بده که میتونه نمونه خیلی بزرگشم امین انتقال 15 میلیارد پیش از وقت به وزارت مالیه باشه پس مردم چه انتظار از بانک مرکزی بر مدیریت درست نظام مالی و پولی داشته باشن بله اولین نشانه که آشکار است است که ب... سرپرست در افغانستان بانک و یا بانک مرکزی کشور نمیتونه قانون را تطبیق بکنه و دیگه ای که نشان میده که در افغانستان افرادی وجود داره که یا قانون رو تفسیر میکنه یا قانون را دور میزنه و یا هم از قانون کرده بالاتر حرف میزنن اینا همیش میتونه که نظام اقتصادی کشور را به سمت نابودی بکشه همیشه در اقتصاد اعداد و ارقام حرف میزنن ما نباید با شخصهای اقتصادی سیاسی برخورد بکنیم اینا محاسبه پذیر است اینا با اعداد و ارقام قابل تشخیص است ما میتونیم اینا را بر اساس راسم محاسبات ریاضی تفکیک بکنیم که چگونه این مسائل باید پیش بره اگر افغانستان بانک نتونه اعتماد شکسته ای مردم افغانستان را بدست بیاره و نشان بده که استقلالیت لازم را بانک مرکزی کشور داره آسیب را نظام پولی کشور من جمله پول افغانی میبینه شما شاهد هستین که نقش پول در اقتصاد مثل نقش خون در بدن انسان است بنابراین اگر ما نتانیم اعتماد سازی بکنیم اگر ما نتانیم از کاهش ارزش پول جلوگیری بکنیم همچنین به اعتمادی های مخصوصا در چنین در چنین شرایطی که افغانستان در یک سیاسی به سر میبره اینا پیامت های بسیار شومی داره علاوه تن در یک اقدام دیگه ای که دولت افغانستان و د افغانستان بانک اقدام به چاپ پول کرده این دو موضوع در مورد میتونه در هم تنیده باشه این دو موضوع میتونه از جهات با همدیگر ربط داشته باشد که اینا به شکلی به ما میفهمانه که برای حکومت افغانستان برای بانک مرکزی کشور همیشه مهمتر از مردم بانک, جهانی و صندوق بین المللی پول و کشورهای دونر است همه این کارها به خاطر صورت میگیرد که کمک که به افغانستان قرار است بیایه این کمک ها بیایه یک مردم افغانستان بالای اقتصاد کشور چیپ آسیب هایی به وجود میایه و یا هم به مسائل اقتصادی بعد از یک دوره زمانی در آستر است ممکن است تاثیرش در بازارهای افغانستان بسیار زود حس نشه ممکن است سال بعد حس شوه یا پنج سال بعد حس شوه اینا مواردی است که منجر به کاهش سرمایه گذاری در افغانستان میشه منجر به فرار سرمایه میشه و شاید اون زمان هیچ کس مسئولیت هم بله منجر به سقوط ارزش پول میشه برای مسئولیت گرفتن ما به قانون مراجعه میکنیم قانون میگه که هر کس که مسئول چرخ چرخش پولی در کشور است اونا مسئولیت داره که همچین موارد را به گردن بگیره بله تشکر سپاس از اینکه به برنامه حضور یافتن خیلی سپاس از شما